تو این ویدیو من اولین بار اومدیم عظیمیه، واقعا بریم ببینیم محله‌ای که تو کرج قرار گرفته حالا روزش این روزا به چه صورت و چه خبره، چقدر تغییر کرده و قیمت خونه و اون محله و اون حال هوایی که اون همه خونه ویلایی یه زمانی اونجا بود و خونه باغ الان دقیقا چی به چی. با من همراه باشی بریم ببینیم چی میبینیم و چی پیش میاد. درود فراوان خدمت شما عزیزان دل. بله اومدیم کرج، منطقه عظیمیه یا محله عظیمیه، یکی از محله های شرقی کرج به حساب میاد و جز منطقه یکی شهرداریش هم هستش. الان دقیقا موقعیت میدون اصلی اینجا دقیقا داخل یک میدونه و واقعا هم با صفاست، یعنی جز محله هایی که حالا ما با ماشین گذری هم نگاه کردم قشنگ مشخصه یه زمانی فقط خونه ویلایی بوده، ولی خب رفته رفته الان شاید 90% اون خونه ها جاشونو به آپارتمان ها دادن و یه جورایی تغییرات زیادی توی این محله به وجود اومده. امروز اومدم ببرم تون کلا این محله رو ببینم چون خیلی درخواست داده بودم و نمیشد هر کدوم از این میدونا رو. الان رو نقشه بهتون نشون میدم تقریبا 5-6 نقطه با هم دیگه قراره بریم ببینیم چه خبره، از میدون بعثت بگیر تا بهارستان، مهران، خود بام کرج. البته فکر میکنم بسته باشه چون خیلی وقته که مثل اینکه بامو بستن. الان تقریبا ساعت 4 بعد از ظهره، با هم دیگه میخواییم بریم داخل خود محله و حال و هوای این محله زیبا رو کنار هم دیگه احساس کنیم. میدونید من همیشه وقتی محله جدیدی میام برام همه چیز تازگی داره. الان دقیقا داخل خود میدونی، این سمت میشه میدون به بعثت یا عقاقیا بالا، حالا هم داریم رفته رفته میریم رو به بالا، بالا میشه میدون بهارستان و بلوار گلستان و حالا خیلی هست. عزیزان میشناسن اینجا سمبولای اسب هم میبینید دیگه، به همین خاطر به اینجا میگم میدون اسبی. این کافه هم که متاسفانه انگار تعطیله. واقعا یه فضای خیلی خوبیه. میدونید ما سرانه فضای سبز مثلا هر نفر چیزی که به صورت بین المللیه تقریبا 36-37 متر فکر میکنم برای هر نفره، تو ایران به صورت کتبی 20 متره، ولی من که فکر نمی کنم، ولی این محله جز محله هایی که دیده من این سرانه رو کامل داره، یعنی حداقل 30 متر فضا برای هر نفر واقعا سرسبز. حالا جدا از این نقطه ای که من داخل میدون یا فلکه بودم، بقیه جاهاش هم به همین صورته، پر از درخت های کاج و یه حس و حال عجیب غریب. اینجا میره به سمت شرق محله عظیمیه، این برم که شما اول بریم سمت میدون مهرانش که میشه گفت بعد از این میدون اصلی از دید من جز میدونه بزرگه، ولی مثل اینجا فضا نداره واسه قدم زدن. و این بلوار اصلی که میریم به سمت میدون مهران، با من همراه باشید بریم ببینیم اونجا چه خبر، بعد وارد محله میشیم و در مورد قیمت ها و اون اتفاقایی که اینجا هست با هم صحبت میکنیم. اومدیم داخل یکی از خیابونای اینجا، الان یک کن عظیمیه تقریبا متریش 60 میلیون، یه 80 متری 4 میلیارد و 800، یه 70 متری 5 میلیارد و 500 و یه 80 متری 6 میلیارد و 300. میبینید اینجا همه اون خونه ها همه تبدیل شده به این خونه های نوسازی که اکثرا هم پره، یعنی من یه جوره آگهی‌ها رو نگاه میکردم کمتر خونه ای میشه اینجا شما پیدا کنید. این وسط هم عرزگاهی یه زمینه خالی مونده. ببینید قبلا اینجا همش کوه بوده و یه جوره اینجا رو قشنگ کندن، یعنی کوه رو کندن و ساختمون ساختن. حالا ببینید چیزی که از قدیم مونده اینجا و این
زمین قطعه بندی هم شده، احتمالا هم فروخته شده. گفتم شاید براتون جالب باشه حال هوای داخل خود محله ها. بالاخره هر کدوم از این خیابون و کوچه ها یه صفای خودشو داره دیگه. برگردیم بریم ادامه دیدن نقاط مختلف. همونطور که بهتون گفتم سعی کردم دیگه تو این قسمت از کرج، چون یه ذره پهنای منطقه زیاده، به همین خاطر نقشه رو بهتون نشون بده. الان دقیقا اومدیم میدون بهارستان، یکی از شمالی ترین نقطه‌هایی که از سمت میدون اسبی بیان. ساخت و ساز رو میبینید دیگه، به شدت اینجا زیاده. یکی از دلیلش این که اینجا قوارهای زمین همه 500 متر 1000 متر دقیقا. این خونه‌هایی که قدیم اینجا وجود داشته و یه جوری جای خودشو میده به این خونه‌های جدیدی که اینجا هست. یه چیزی میخواستم بهتون بگم، اگه اینجا خونه‌های نو ساز تا 60 تا 80 میلیون 85 میلیونه، به خاطر اینکه قواره‌های زمین اینجا خیلی زیاده. یعنی الان هر چی هم که ما دیدیم اگه دقت کردید 70 80 متری بود، واحدهای کوچیک در آوردن، ولی واحدهای قدیمی تر این محله همه 200 متره 250 متر. حالا اونایی که عظیمی بودن بهتر میشناسن که واحده خب 250 متر تو 80 میلیون یه عددای درشتی میشه و جز مناطق خوب کرج به حساب میاد. از نظر شیب که نگم بهتون دیگه، الان شما خودتون نگاه کن اینجا شیب یه جوریه که خودتو ول کنی قل میخوری میری تا تای عظیمیه، میفتی تو جاده چالدوس. واقعا شیب خیلی تندی داره، یعنی خیلی وقتا اگه تصادف اینجا اتفاق بیفته واقعا وحشتناکه. آسمونم که آبی، که جاییه که هوای خوبی هم داره به نسبت البته قبلا داشت. این قسمت شمالی سمت کوهاش آلودگی کمتری داره، ولی خب هرچی بری داخلش خود کلان شهر کرج آلودگی بیشتر و بیشترم میشه. بریم یه نقطه دیگر. رسیدیم یا دیدید واقعا چیشه؟ اومد اینجا تو این لاین برای اینکه پارک کنه، نزدیک بود بزنه به هم دیگه. واقعا من تا اومدم مثلا کلن جمله بندیم یادم رفت اصلا بگم. اینجا میدون گلستان عظیمی هست، یکی از جاهای خوبش هم به حساب میاد. بلبل گلستان دیگه میدونید، همین امتدادش رو بدیم میره به سمت میدون مهران. میدون مهران هم جز جاهای خوب عظیمیه به حساب میاد، جای مرزاشونه دیگه. اینجا رو بیشتر میگیرم برای عزیزانی که همه اینجا رو تک تک خواسته بودن، ولی خب واقعا نمیشد برای هر کدومشون یه ویدیو تولید کرد. و میبینید که کلن همه چیز اینجا رنگ و شبست شده، یعنی همه آپارتمان شده به خاطر سود و منفعتش. کمتر خونه های این مدلی مونده دیگه، تک و تک تو ویدیو دیدن این خونه ویلایی قواره 1000 متری یه طبقه یا دو طبقه، باز اینجا دو تا مونده. اینجا تعدادش انگار بیشتره تو این محله. آدمای قدیمی اکثرا موندن، حالا خیلی هم بساز بفروش اومدن خرید کردن و ساخت و سازا رو شروع کردن. خب میدونی اینجا زمین ها یه هویی خیلی ارزشمند شده دیگه. با هم دیگه بریم یه قسمت دیگر رو باز بهتون نشون بدم. این قسمت هم بلوار گلستانه که یه جوره میدون گلستان رو به بهارستان مرتبط میکنه. اون سمت بهارستان بود که قبلش بودیم، این سمت هم که میره میرسه به میدون خود گلستان. با هم بریم سمت میدون مهران، اونجا هم ببینیم چه خبره تو این روز پرتنش ما. واقعا جای خیلی باصفایی، حالا درخت های کاجی هم که اینجا کاشته شده یه حال هوای خوبی داده به این محله. همونطور که میبینید آوردمتون دومین میدون مهم عظیمیه، میدون مهران. شاید خیلی ها که ساکن کرج بودن یا الان نیستن این میدون رو به خاطر داشته باشن. بالاخره گذرشون افتاده
به سمت عظیمیه. اینجا که بریم بالا میره به سمت همون گلستان و بهارستان، حالا در ادامه حتما میریم به سمت بام. میدونین حالا یه چرخی که اینجا بزنیم، یه چیز جالب که هست، خب اینجا پر از درختای کاج دیگه و پر از مغازه و یه جورایی میشه گفت مرکز خریده. حالا نگاه کنید اون سمت رو نگاه میکنید، یه مرکز خریده، حالا پشت این درخت دقیقا داره ساخته میشه. کم کم داره ظاهر میشه، شدت نور آفتابی که بهش میخوره خیلی شدید بود. میبرم پیاده رو هم دیدیم مستقیم باز میره به سمت میدون اسبی که داخلش بودیم. مغازه های جارهایش اینجا بسیار سنگینه، چون شبا اینجا به قدر شلوغ میشه یه جوری دور دور، شاید باورتون نشه مثل جاهای مثل ستارخان اینجور جا میمونه، اینجا پر از مغازه های خوردنی و بقیقا مثل میدون اسبی از اون سمت، این برام تو میدون مهران از این سمت پر از مغازه های مختلفه دیگه. کم کم مردم میان بیرون، واقعا محله خیلی بزرگیه، برای همین مجبورم نقاط مختلفش رو بگیرم. الان اونجا زده موز کلید 58,000 تومان، متاسفانه بعد از وسط بلوار برم به خاطر اینکه به شما عزیزان نشون بدم دقیقا چه خبره. بعد خیار 16,100، گوجه 9,900، نارنگی 16,800، به نسبت تهران یک کوچولو ارزون تره. من فسفودی هست که حالا شبای جمعه و پنجشنبه شبا و چهارشنبه شبا به نسبت بیشتره. حالا برگردیم بریم اون سمت میدون مهران رو ببینیم. برگشتیم دور میدون مهران، اون برای میشه بوستان مهران دیگه اگه اشتباه نکنم، اون برای میشه بلوار گلستان و میره به سمت بهارستان. حالا هوای شهر کرج هم خیلی تغییر کرده به نسبت، خب دیگه یه جزء کلان شهرهای تهران به حساب میاد و البته الان دیگه شده استان البرز دیگه. خب کرج هم میگه خودش یک استان شده و یه جورایی به همین خاطر کلی پیشرفت کرده و جمعیت زیادی داره، یه جورایی از تهران خیلی ها میان کرج و بالاخره هزینه مسکن و اجاره به نسبت ارزون تره، ولی خب دیگه خرجای خودش باز داره. اونجا هم که استان مهرانه رو به بالا بالاش هم که زمین ورزشی. اینجا دقیقا میدون کوهنوردان یه جورای بام کرج، یعنی انتهای بلوار طالقانی شمالی. ولی که بستن دیگه انتهاش باز میرفتی بالاتر، ولی خب فعلا بسته است، نمیدونم کی بسته شده، من خیلی ساله که اینجا نیومدم. ولی که دیگه کوه هاست دیگه، کوه های بدون درخت، یه تعداد اون وقت کاج هست ولی خب همش خاکیه دیگه. گفتم کلن جا مسیر کوهنوردی هم هست. حالا ماشین ها دیدم در کجا میرم بالا میام پایین، به اون که اجازه ندادم بریم بالا. خودم این قسمت هم ببینیم. وقتی که اومدی بام کرج میشه دقیقا اون آلودگی که در موردش باهاتون صحبت کردم میبینید، اصلا کلن سطح شهر معلوم نیست. باز این سمت که سمت کوه، هوای کاملا آفتابی آبی. واقعا ببین چقدر مواد آلاینده رو ما تنفس میکنیم. بریم نقطه دیگه، انقدر محله بزرگی تموم نمیشه که. در آخر هم اومدیم میدون بهسد، شرق محله عظیمیه. یه جورایی میشه گفت اینجا به نسبت بقیه عظیمه یه کوچولو خونه‌هاش ارزون‌تره، ولی خب مثلا به سطح شرقی
اینجا هم که میره پایین سمت جاده چالوس و به سمت شمال با صفاترین جاده ایران میشه گفت. البته ما چند تا جاده دیگه هم داریم که مثل همونجاست. اینجا هم که بلوار عقاقی هاست میره به سمت همون اول ویدیو اگه خاطرتون باشه میدون اصلی بود. من اینا رو توضیح میدم که بتونید تجسم کنید. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید. تا ویدیو بعدی پر انرژی، بدرود.